درودی به شادمانی جشن مهرگان، درودی به شادمانی همه جشنهای پر از شادی و آرامش بخشی پشتی ایران. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روزگار رو به خوبی و خوشی سپری کنید. برنامه دیگری از زنجیر برنامه‌های دمی با شاهنامه، هم دمی با شاهنامه پیشکش شما میشه. برنامه‌ای که اگر که ما به درون مایش نگاه کرده باشیم درباره فرهنگ ایرانه، برنامه که کوشش میکنه که ما مردممون پی ببریم که در پی بنای فرهنگیمون چی داریم و اگر یک بنای ناهماهنگ ناسازگاری هست که در اینجا ما را آزار میده، میتوانیم برپایه اون پی بنیان ارجمندی که داریم این بنا رو برداریم و بنایی که سازگارمان هست بگذاریم. این برنامه هفته 50 و شماره 49 هست که پیشکش شما میشه در روز 1 اکتبر 2015 ترسایی میلادی که برابر است با روز 9 مهر ماه، یعنی فردا جشن مهرگان آغاز میشه تا 6 روز تا رامروز، از مهرروز تا رامروز. این 9 مهر ماه از سال 2753 آیین زرتشتی به برآورد زویه بهروز، 2724 مادی ایرانی، 2574 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1394 اسلامی و 1384 یزدگردی هست. برنامه هفته پیش رو درباره جشن مهرگان سخن رونیم و تا اندازه گفتیم که چگونه خان مهرگانی هست و چگونه مردم برگزارش میکنن، نزدیکشو با نوروز اشاره هایی باز میکنیم کوتاه و برنامه رو پی میکنیم. پیش از این که بپردازم به اون، درباره فرهنگ که گفتگو میکنیم، فرهنگی که در درازای صدها هزار سال، دهها هزار سال، هزارها سال، صده ها مردم کوشیدن آنچه که آرزو دارن بهش پیراهن شدن بپوشن، به پیراهنی تنش بکنن که بهش سازگاره و بنابر آنچه که پیرامونشون بوده، زیست بومشون، دریای کنارشون بوده، کوه بوده، سرد بوده، گرم بوده و چگونگی اندیشیدن و رفتارشون و کردارشون با هم دیگه و اون باورهای بنیادین فلسفیشون این فرهنگو بنیاد نهادن. این فرهنگو میدونی که از شاخه‌های گوناگون و بخش‌های گوناگونی هست که اونها رو بهش میگن آیین‌ها، مانند آیین گفتار، آیین پوشش، رخت پوشیدن، آیین کردار، آیین اندیشیدن که آیین باور یا اندیشیدن و اندیشیدن و باور دوگون است. آیین باور چون نمیبینیم مانند رخت نیست که ببینیم این رخت اندیشه است، این میتونه اگر که روشن نباشه دردسر ساز باشه، اگه بنیاد تند و خشنی داشته باشه میتونه دست و پای مردم رو ببره، آزار درست بکنه و خشن باشه. این هستش که ما به این فرهنگ میپردازیم و میبینیم که فرهنگی که ما برامون بر جای گذاشتن و ما راستش زیاد پیشرفتش که ندادیم، هیچ آمیختش کردیم با گونه هایی که خب چون نابه زیاد آمیخته نشده دشواری کردیم مردم خودمونو. برای نمونه خب تو فرهنگمون نگاه میکنیم، رفتن ضحاک رو برداشتن مردم آوردن با یک کودتایی که در برابر پادشاهشون میکنن و شا پادشاه دلگیر میشه و میره. همین کار رو چندین بار ما باز میکنیم برای اینکه نمیپردازیم به آنچه که باید بپردازیم و این رنگ و روی زرق و برق روزگار میگیرتمون حواسمون رو پرت میکنه. پرداختن به فرهنگ این یاری رو به ما میده که ما به پی و بنیان ساختمونمون ببریم. پس از روی کار آمدن این رژیم 30 چند ساله، مردم ایران به فرهنگ خودشون روی آوردن. یعنی برای نمونه بهتون میگم در آنجا که بهش میگیم تخچه افشید یا پارسه، پارسال بود گمون کنم در نوروزش تنها یک روز 430 یا 480 هزار تن، میگیم 430 هزار تن برای بازدید رفتن. اگه بهتون میگم در دوران شادمانی که مردم در دهه 50 داشتن، آسایش و شادمانی و همه چیزی که داشتن تا اندازه‌ای که با اون توان مملکتی و با اون پیشرفتی که تونسته بود بکنه در یه دوره کوتاه داشت، شاید در چند ماه یا یک سال هم 430 هزار تن به بازدید اونجا نمی‌رفتن. چرا مردم این کارو می‌کنن؟ دوست دارن به خودشون برگردن، به گذشتهشون نگاه بکنن و ببینن چه خوبی دارن چه بدی دارن، سر و ناسره کنن، خوب رو بردارن، ازش بهره بگیرن. این از اون کارهایی که ما
بار بر دوشمونه، وظیفه‌مونه، و ما هم که کوشندگان فرهنگی هستیم، پژوهشگرانی که هستیم، در این زمینه کار میکنیم، مانند دونده 2.4% که چوبو از یکی بگیره میده دست یکی دیگه، ما هم به همین گونه میایم از گذشتگانمون میآموزیم، در دسترس جوانان میگذاریم و جوانان میان ما کنار میریم و اونها در دست جوانتران میگذارن. این کوشش 30 و چند ساله که همواره در رادیوها، تلویزیونها، در روزنامه ها بوده و خود استاد بزرگوار من استاد جعفری یا جناب فرهنگ مهر یا کسان دیگه در این زمینه کوشیدن، که میتونم نام ببرم استاد پور داوود، استاد فروشی، حتی در ایران امروز دارن کار میکنن، دکتر جنیدی، دکتر ساسافر در فرانسه، دکتر اردشیر انوشیروانی و بسیاری دوستان دور و نزدیک دارن کار میکنن در این زمینه. اینا به خدایی رو یه خود سامان بخش کرده و این گونه شد که 2 سال پیش مردم گرده هم اومدن و یه جنبشی به نام نوزایی ایرانی یا به خدایی ایرانی را انداختن که سال دومش امسال پارسال در سندیاگو بود، برگزار شد، 3 روز کنفرانس بود درباره فرهنگ ایران و یک نشستم در پاریس داشتن در اونجای بسیار ارزنده که به کوشش آقای آفتین ساسافر درست شده در اونجا. و اینک در پایان اکتبر نیز در شهر اورنج کانتی، یعنی در اورنج کانتی و شهر ایرواین برگزار میشه، در هتل هیلتون ایرواین برگزار میشه. شماره زیادی اونجا هستن که به گفتگو میپردازن و اگر اشتباه نکنم 16 تن هستن که من نامهاشو براتون میگم که در اونجا هستن. اگر که فیلمم زمان داشتیم که اون فیلم آگهیشو هم براتون پخش میکنم که با اونها آشنا بشید. این کنفرانس در هتل هیلتون اونجا هست، ایرواین هست در اورنج کانتی. و کسانی که اونجا برنامه میگم بدون اینکه عنوان این سرورانو بگم یا کدبانو بخوام نام ببرم یا آقا و بانو و خانوم نام میبرم، شیرزاد ابراهیمیان، کوروش احمدی، اردشیر انوشیروانی، علی اکبر جعفری، استاد علی اکبر جعفری چون بزرگتر از همه ما هست و این حق و برگردن همه ما داره، بابک سپاسی، سروش سروشیان، شهرام همایون، برنامه ساز بسیار بسیار ارزنده و راهانداز کانال یک که بسیار بسیار به میهنش هم دل بسته و من بسیار خودم به نام ایرانی شادمانم که ایشان کوشش کرد و این پرچم سرنگ ایران رو نگه داشت. شهرام همایون یا در نگهداریش کوشید، نه اینکه نگه داشت، اینطوری شاید بهتر باشه. ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، حمید عربزاده، آرتیمس علی‌آبادی، مازیار قویدل، محسن مهران، شاهین نژاد، علی نیری و فرهنگ هولاکوی. این 16 تن در این 2 روز اونجا هستن، به گفتگو میشینن درباره فرهنگ ایرانی. شما هم اگر که دوست دارید بسیار خوش میایید. در این 2 روز برنامه درست کردن که در هتل میتوانید با هزینه اندکی این 2 روز اونجا مهمان باشید. در این هتل جای خوبیه، پژوهشگری زیاد اونجا هستن، همواره پیش نمیاد که این همه پژوهشگر در یک جا گرد بیان و در یک زمینه گفتگو کنن. و من در نشست‌های گوناگونی که در این چند دهه بودم، پس از سخنرانی ها نشست ها بیشتر هست که اینجا ها با جشن و شادی هم هست که اونجای خودشو داره که پس از جشن هست. سوای اون دوستانی که میان اونجا، دوستان فرهنگ، با کسانی که میخوان به گفتگو میشینن. و من یادم پارسال با این دو سه شب با چند تن تا 2-3 بامداد نشستیم، اگرچه 6 بامداد باید بیدار میشدیم. پس اینم در برنامهش باشید که در 31 اکتبر و 1 نوامبر گرد میای محمد در اورنج کانتی، در ایرواین، شهر ایرواین، و در هتل هیلتون. امیدوارم که دیدارتون در اونجا شادی آفرین باشه و همدیگر رو ببینیم و به گفتگو بشینیم و از فرهنگ ایرانی با همدیگه داد و ستد بکنیم و بخندیم. دیگه موردی که باید یادآور بشم، 13 مهر یادآور شدن که آموزگاران ایرانی گرد میان و خواسته های خودشونو به گوش جهانیان میرسونن.
یادمون باشه ما اگر آسیبی خوردیم از آموزگارانی بود که نمیدونستن چیکار بکنن در دهه 40 و 50، نادان بودن، شماری وابسته بودن، شماری هیجان زده بودن، هر چی بودن، این کاری که شد به هر روی بی نقش درش نبودن. این آموزگارانی که امروز دست دمه گرد میان در ایران، امیدواریم که با پیشزمینی خوب و با اندیشه خوب در پیشرفت ایران بکوشن. و یادمون باشه پلیس نگهدارنده و ارتش نگهدارنده کشوره، حتما هم باید نیاز داریم که باشن و قوی و استوار و توانا هم باشن. ارتش باید توانا باشه همیشه، اگر نه که دشمنان خوشخط حال، اونهایی که در رادیو تلویزیوناشون همش از آزادی میگن، میان یورش میبرن و کشور رو داغون میکنن. این که ارتش باید قوی باشه. آموزگارم ارتش اندیشه است، باید قوی باشه، باید درآمدش بالا باشه. آموزگاران کسانی، آموزگاران ما کسانی هستن و همه جهان که دانش آموز رو که تربیت بکنن برای گرداندن به گفته ناپلئون بناپارت گهواره فردایانه، که یک کودک رو میگه که داری تکون میدی این گهواره فرداست داری تربیت میکنی. آموزگار میاد آموزش میده کیو، سیاستمدار رو، خود آموزگار رو، ارتشی رو، پزشک رو، دکتر حقوق رو، راننده تاکسی رو، بنا رو، درودگر رو، کسی که با بهداشت کار میکنه، سپور شهرداری رو، کارگر شهرداری رو، همه رو آموزش میدن و میدن. ما بسیار نیازمندیم که این آموزگارامون از آسایش برخوردار باشن، از آزادی برخوردار باشن و یادشون هم نره که مانند دهه 40 و 50 نباشه که آموزگار به جایی که بیاد کار میکنه کارهای ناشایستی کردن. امروز دیدیم که ناشایستی کردن. برای نمونه من راستش یه برنامه دیدم از همین آموزگاران اجتماعی که داشتن در یک جایی در کانون پرورش کودکان و نوجوانان گفتگو میکرد، میگفتن حالا ما رو گرفت، حالا ما گفته بودیم میخواییم بریم یکی رو بکشیم، نکشتیم که، یا گفته بودیم میخواییم کسی رو گروگان بگیریم، نگرفتیم. آموزگاران عزیز، دوستان عزیز، هنرمندان گرامی، شما در یه جایی به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزگاران اجتماعی بودید، نشستید برای که مردم رو پیشرفت بدید، رفتید از کشتن گروگانگیری گفتگو کردید. این سیاست مدارایی که میگفتید بلی، شما باید آموزششون میدادید، تربیتشون میکردید. پس این گذشته اون همه، هیچ دشمنی ندارید، گذشته اینها همه گذشته، از اینها آموزش میبینیم، درس میگیریم. این آموزگاران در 13 مهر ماه میرن، امیدواریم که آموزگاران رو تنها نگذاریم. خب بپردازیم به مهرگان. براتون گفتم که مهرگان یکی از جشن‌های بزرگ ایرانه و یکی از دو جشن بزرگتر، نوروز و مهرگان. حتی ما داریم در بازمانده های تاریخمون که مهرگان در جابجایی های سالیانه چندین سال، چندین دهه، 120 سال به گفته سر سال نو شده. شماری هم هستن که مهرگان رو باور داشتن بهش. خب جشنهای گوناگونی که شمارشون رو گفتم و برپا می شدن، شمارشون در یک روز، شمارشون در بیش از یک روز برگزار می شدن، که جشن نوروز پیرامون تا 20 روز هم برپا می شده و مهرگان در 6 روز. جشنهای دیگه مانند تیرگان که بازماندی جشن کهن 7 ماه تابستان، 5 ماه زمستانه، میانی تابستانی بوده، در 6 روز در جشنهای دیگه داشتیم. ما از جشنهای یک روزمون مانند زادروزمونه که هرودوت میگه ایرانیان، نمیگه ایرانیان مانند نمیدونم یونانیان یا رومیان، میگه ایرانیان زادروز خودشونو برای اینکه فراموش نکنن به جشن میشستن. پس این جشن در هر خانواده چندین جشن در سال داشتن. سوای اون نوروز بوده، مهرگان بوده، سده بوده، سوری بوده، این جشن های بزرگ. و دیگه جشن های ماهیانی که از دوره ساسانیان سامان دهی شدن، که نامگذاری کردن روزها رو و ماها که نامهاشون فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر و امرداد و شهریور و مهر ابان آذرده بهمن اسفند هست، در نامگذاری روزانه آمدن نامگذاری کردن. برای نمونه روز اول گذاشتن اورم، از روز دوم گذاشتن وهم، از روز سوم گذاشتن اردیبهشت و اردو و هشتا، روز چهارم گذاشتن شهریور، به همین گونه روز ششم اومد گفت خرداد و اومد پیش رفت تا رسید به روز 16 هم که شد روز
16 مهر که در برنامه گذشته گفتم، چون بررسی های ستاره شناسانه و جهان بینی های ریاضی و ستاره شناسی نشون داد که تابستان 180 روز نیست و پاییز و زمستون 180 روز، اینه که تابستون 186 روزه پیرامون 185 روز چند ساعت هست که ما میبینیم سالمون 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 58 ثانیه 56 ثانیه چیزی نزدیک اینا رو ثانیه و دقیقه شون، و اینها در اون زمان 12 ماه 30 روزه بود، میشه 360 روز، 5 روز 6 برنامه میذاشتن، یه برنامه در پایان سال میذاشتن، حالا اون گهنبار اینها رو نمیخوام بهش بپردازن، و هر 4 سال یک بار یک سال وخیزکی داشتیم که عربا میگن کبیسه، کعبیشه، 4 گوش میشه، 4 تا میشه، 4 تا پیرامون 6 تا میشه، یه کعب یه چیز و یه 366 روز داشته باشه. خب بعد اومدن که این دیدن تابستون 186 روزه، خب 6 روز به ماهای نخست بهار و تابستون، ماهای بهار و تابستون افزودن که فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور شدن هر کدوم 31 روز. پس نامگذاری که در دوره ساسانی شده بود چون پایان میگرفت به 30 روز، اینها اومدن جا به جا کردن، روز اورمز که روز نخست بود از ماه اردیبهشت اومد شد روز 31 اردیبهشت ماه، به همین گونه از اون خرداد هم اومد به اینجا، به گونه شد که هنگامی که به شهری برسیدیم این 6 روز جا به جا شد، 5 روز جا به جا شد و روز خود ماه شهری برم یه روز اومد روش، در ماه مهر 6 روز جا به جایی داشتیم. پس روز مهر ماه که 16 هم شد اومده شده 10. یک حالا ایده هایی داریم من در این نشست که برم با استاد جعفری در میان خواهم گذاشت و استادان دیگری که اونجا هستن، استاد فرهنگ مهر رو امیدواریم ببینیم، و یک ایده ای دارم که ما این روزها رو به گونه میتونیم برگردونیم سر همون جای خودشون، چون این بررسی تاریخی و سال شماری پس از دوره ساسانیان بود، اون روزها رو دیگه نامگذاری نکرد. پس روز 10 مهر رو امروز ما به جشن میگیریم و به شادی میشینیم. خان مهرگانی رو بهتون گفتیم که چی هست، باز هم میگم مهرگان و نوروز بسیار نزدیکی دارن، هر دوی خان نوروزی و خان مهرگانی دارن، اون خان نشینا یا سفره نشینا یه خورده با هم دیگه توفیر میکنن. در نوروز یادمون باشه که ما خوشباری اینا یکم داریم از سال پیش مونده، در مهر ما خوشباری که تازه به دست اومده میذاریم. از آیین هایی که همانندی داره یکیش خونه تکونیه، خونه تخانه تکانیه یا سرای تمیز کردن و پالودن سرای در پیش از نوروز و پیش از مهرگان، هر دو هست. دستگیری از مستمندان ندار هاست، تنگ دست هاست، و این هم از آیین هایی که پوشیدن رخت نوه که ایرونی ها رخت نو میپوشن، در برنامه پیشین یادآور شدم که مری بوس در نوشتاش میگه که ایرونی ها در این روز رخت نو میپوشن، نوروز هم که میدونید رخت نو میپوشن و میان اونجا میشینن چون ارزش گذاری میکنن. و در این روزها یادمون باشه که در گذشته کسانی که همسال سال ما هستن، امروزه نمیدونم ایران چگونه است، در جشن هایی که اینجوری بود میومدن برای عروس دومات ها، خونو خونمان ها پیشکشی میفرستادن، هدیه میفرستادن، یه طبق برای بود، یه طبقای روی کله میذاشتن، یه چیزی رو سرشون میذاشتن که سرشون درد میاد، این طبق کشا میومدن و خانچه بر، خانچه بود، خانچه، خان همین خانی که میگیم چه کوچکش بکن، یه خانچه رو سر اینا بود که بهش گفتن طبق، طبق واژه ایرانی نیست، همون خانچه بهتره، توی این حتما یه کلغن بود که یه کاغذ سبز روش بود، چراغ میذاشتن توی همین، چون باور داریم به روشنایی، چون میدونید که ما تاریکی نداریم، تاریکی نبود روشنایی، نبود فروغه، پس روشنایی میذاشتن که تاریکی نبینیم، ما تاریکی روشنایی همواره ببینیم، پس پارچه میذاشتن و خوراکی میذاشتن، شیرینی میذاشتن، چیزای دستبافت میذاشتن و میفرستادن برای نوعروسا و نودومادا و نوخانمان ها. میدونید که ایرونی ها دهشمندن و اینه که میگیم دهش هم که امروز میگیم از اون واژه های بسیار ارزشمنده، و اینها میرفتن ناشناس و دستگیری میکردن از ندارها.
اینها هم باز از کارهای بسیار بسیار ارزنده‌ای هستش که امیدوارم در این دوره پی بگیریم. و از کارهای دیگه این بود که تو دوره هم که میومدن اینا خانه تکانی دل هم میکردن، یعنی این دل و اون کدورت ها رو از هم دیگه میان از میان میبردن و با هم باز دوست میشدن. خب خانه مهرگانی رو گفتیم ببینیم چیست. خانه مهرگانی مانند خانه نوروزیه، از چیزهایی که هر دو دارن، آب روی هر دو هست، شمع و شمعدون روی هر دو هست، باده و شراب روی هر دو هست، شیرینی و شکر روی هر دو هست. گل به ویژه در مهرگان بسیار بیشتره، در نوروز کمتره. شاخ گل یه بس دست گل میذارن، در اینجا گل زیاد هست. در مهرگان برای نمونه میان هفت گیاه رو کوشش میکنن شاخه هاشو بذارن، شاخه های مرد، کاج، زیتون، به، سرو و انار، اینا رو کوشش کنه هفت شاخه رو بذارن. ما خودمون در سوئد چون این کار نداریم، هفت شاخه میذاریم از مرد و اونا که بیشتر سبز میمونن میذارن. یادون باشه که اناب و به و انگور و اینا یه از بایسته های چیز مهرگانی میدونن. پس این شاخه های گل رو میذارن، میان اناب میذارن، اسپن میذارن، کندور میذارن که روی آتیش هم میریزن خوشبو باشه، میسوزونن و همون شم میذارن، شکر میذارن، شیر میذارن، باده و شراب میذارن، شربت و شیرینی میذارن، یه جام آب میذارن که یه نارنجی توش میچرخه که این جهان رو به چشم ما میاره و بسیار هم زیباست. گلاب میذارن و گلای رنگارنگ هم گفتیم، سبزی میذارن، میدونه نون میذارن و نون و پنیر و سبزی هم هست که این دهن هم دیگه هم میذارن. گل و ریحان و خوشبی های خوشبو میذارن. لوت میذارن، لوت میدونید که دونه های گوناگونه که ما میذاریم، مانند آجیل که میگیم، این هفتونه است و میذارن این لورکه که میذارن. گیاه های خوشبون رو میذارن، آویشه رو میذارن که توی آب هم میذارن و گاه سکهی در اون آب هم میذارند که یه سکه سیمین نقرهی هم درش میذارن. خوشبار میذارن، سنجد میذارن، بادام میذارن، گردو میذارن و برگه های گوناگون رو روی اون میذارن. پس یادمون نره که انگور سفید، انار و عناب رو کوشش میکنن بذارن. در جاهایی هستن چنگمال میذارن، نمیدونم سیروک میپزن. سیروک یه دونه نونه که با بناست که با آرد هفت گیاه درست بشه. میدونید این واژه، این شماره هفت در میان ما بسیار ارزش بالایی داره. چرا ارزش بالایی داره؟ چون این از شش امشاسپندان، شش فروزه اهورایی و خود اهورا هفتا میشه. چون ما یه سه درمون هست که بسیار ارزشمنده، شیش هست، چی هفت هست که این سه هم که میدونی اندیشه و گفتار و کردار نیک هستش. پس این واژه های هفت، شماره هفت و واژه هایی که با هفت آمیخته است بکار میبریم از اینجا سرچشمه میگیره. اینها خب سیروک رو میگفتیم، اینا از هفت گیاه. ما خودمون از یک آرد گوچی، از هفت دانه ببخشید آرد درست میکنیم. ما از هم آرد گندم درست میکنیم و اینو خمیرش رو درست میکنم، میذارن یکم بمونه و هر بیاد یه ذره. خب و بعد چیزی نمیزنن توش، اینو سرخ میکنیم تو مایتابه، سرخ میکنن و سرخ میکنن و پشت روش میکنن، سپس شکر روش میذارن و میخونن. از کاری که در این جشن میکنن خوراکی هم که بهش میگن امروز آش، مانند اوشف شرل قلم کار. چون آدم ها میخواستن با هم همدست و همدل باشن، من یه مش عدس میوردم، اون یه مش نخود میورده، اون اگه برنج داشته میورده، اگه گندم داشته، هفت یا هم دانه رو میوردن آمیخته میکردن. هنگامی که مردم میرفتن کارهای سخت رو بکنن، رو که با کارهای که نیروی بدنی میخواد، بانوان در اونجا بودن، همچنان که در سمر و پذی گفتیم و اینها میخوندن و شادی به خانواده میوردن، چون زن همواره زندگی بخش و شادی بخش خانواده است. اینها می اومدند و این کارها رو سامان میدادند و بچه هم پیرامون اونا بوده از مادرها یاد می گرفتن. دیرگیدیش بسیار کهنه، من در اینجا براتون گذاشتم، یک دو تا نمونه براتون بیارم اینجا براتون بخونم. از تاریخ بیحقی می خونم که استاد سعید نفیسی کار کردن در روی 599. روز آدینه 16 ذوالقعده مهرگان بود. امیر رضی الله عنه بامداد، امیر منظورش امیر مسعود غزنوی، به جشن مهرگان یا مهرجان بنشست. میدونید که مهرگان رو چون تازیان نمیتونستن بگن گان، گه گفتن جه جان،
و من خودم در دبی که کار میکردم دیدم که گفتن اینجا مهرجانه، بیا بریم مهرجان. رفتم ببینم جریان چیه، دیدم فستیواله، اینا به جشن و فستیوال و کارناوال و اینا همه میگن مهرجان، که گویا از عربای تونس، زبان عربی تونسی، اینها نخست به کار بردن و دیگه در همه جا به کار میره امروزه. به جشن بنشست اما شراب نخورد و نثارها و هدیه ها آوردند از حد و اندازه گشته، و پس از نماز نشاط شراب کرد و رسم مهرگانی به تمامی به جای آورد. و بسیار به گستردگی در اینجا نوشته که اینه نشون میده که از چند صد پس از اسلام هم باز این جشن برپا میشد. باز براتون میخونم از آثار باقیه ابو ریحان بیرونی، اینو دکتر اکبر داناسرشت برگردونده، نوشته عید مهرگان فصل نهم روی 337. مهر ماه روز اول آن هرمز روز است و روز 16 مهر ماه است. اینه که من براتون گفتم روز نخست هر ماهی هرمز بوده و روز 16 هر ماهی مهرگان، و چون ماه مهر و روز مهر نامشون برابر شده به جشن میشستن، که عید بزرگی است و مهرگان معروف است که خزان دوم باشد، و این عید مانند دیگر اعیاد برای عموم مردم است و تفسیر آن دوستی جان است، و گویند که مهر نام آفتاب است، و چون این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد و به چیز تنها خواستم گزارش بدم، چون میخوام کوشش کنم یک آهنگ مهرگانی هم از خداداد دکتر خداداد کاویانی و همسرش و نوشابدین هم پخش بکنم. رام روز روز 21 یا 6 روز پده، چون 16 17 18 19 20 21 6 روز به جشن میشیدن. روز رام روز روز 6 جشن بزرگ بوده، بهش میگن مهرگان بزرگ. میدونید که در نوروز هم ما زاروز اشور زرتاش روز 6 نوروز میگیم نوروز بزرگ، نوروز ویژه، که اونها به جشن میشستن، پادشاهان میان، مردم میان. در این روز اینجا اومده روز 21 رام روز است که مهرگان بزرگ باشد، و سبب این عید آن است که فریدون به ضحاک ظفر یافت و او را به قید اسارت درآورد، و چون ضحاک را به پیش فریدون آوردن، ضحاک گفت مرا به خون جدت مکش، و فریدون از راه انکار این قول گفت آیا طمع کردی که با جم پسر. و این هم تو به زیادی اومده و میتونید نگاه کنید که این پیشینه های این کتاب این آیین هست در گذشته. به هر روی امیدوارم خونه های دل و از اندوه بتکنید، با شادی کنار هم بشینید، خانه مهرداری رو برپا کنید، پر از گل، پر از شادی، و هنگامی که میانی ظهر میشه از آن شیرینی هایی که دارید در کنار هم باشید، رخت های نو پوشیده باشید، به دهن همدیگه بگذارید، همدیگر رو ببوسید، همدیگر رو در آغوش بکشید و شادی و شادمانی رو به ارمغان بیارید. مهرگان بر همه خجسته باد. در پایان برنامه آهنگ گوش بکنیم از خداداد کاویانی، نوشافرین همسر خداداد کاویانی و دیگر هنرمندانی که بوده. شاد و تندرست باشی. بدرود تا درودی دیگر. جشن مهرگان یاد نیاکان آینده باد، آینده باد. روز مهر و ماه مهر، روز جشن مهرگان، روز شادی و سرور، خنده می کند زمان. Seven.